تا اینجا کار هر سازی که ضبط کردیم سازهای واقعی بودن ولی امروز تو موسیقی کانتمپرری ما از سازهای مجازی هم استفاده می کنیم سازهای مجازی چی هستند؟ به طور کلی صداهایی هستند که از طریق نرم افزارها تولید می اینکه ما چگونه اینها رو کنترل میکنیم مرسوم ترین روشش اینه که ما یه کنترلر میدی داریم که این کنترلر میدی یه سری کد رو میفرسته برای این نرم افزار این نرم افزار بسته به ستینگی که براش تعریف شده هر کد رو معادل یک صدا فرض میکنه مثلا توی این کنترلری که روی میز من هست این کلید های دور می فا سی و دو و دیز های بینشون هر کدوم یک کد میدی دارن کد های میدی رو اینطوری تعریف میکنن که مثلا 8 سی 1 8 سی سی و الی آخر عدد گذاری میکنن نرم افزار توی کامپیوتر این اعداد رو دریافت میکنه و میدونه چه صدایی رو باید پخش بکنه حالا نرم افزار صدا رو چجوری تولید میکنه اینا خودشون چند هستن یه سری هستن سینتسایزر های مجازی هستن سینتسایزر ها خودشون چند گروه دارن مثلا ویو تیبل سینتسایزر داریم ادیتیف سینتسایزر داریم سبتراکتیو سینتسایزر داریم ولی به طور کلی سینتسایزر ها یه دستگاهی درشون دارن به اسم نوسان ساز یا حالا که نرم افزارن یه بخشی از این نرم افزار یه چیزی به اسم نوسان ساز یا آسیلیتر این یه نوسانی رو تولید میکنه بعد مدارهای بعدی یا شبیه ساز مدارهای بعدی سینتسایزر اون رو تغییر میدن تا تبدیل به صدا بشه مثل سینتسایزر حقیقی فیزیکال فقط توی نرم افزار یه دسته دیگه از سازهای مجازی سازهایی هستن که سمپل های ضبط شده رو پخش میکنن اینا خیلی تو موسیقی رواجشون زیاده اصلا رواجشون کم نیست درسته که سینتزایزر ها هم خیلی محبوبن ولی من حد میزنم استفاده از سازهای مجازی سمپل شده که از سمپل های ضبط شده استفاده میکنن بیشتر باشه اینا چطوری اینا این طوری که مثلا یه پیانوی واقعی وجود داره میرن تک تک نوت هاشو ضبط میکنن با میکروفون گذاری های مختلف و هر کدوم از این نوت هایی رو که ضبط کردن با قدرت های مختلف و میکروفون گذاری های مختلف تعریف میکنن برای یکی از کد های سی, سی میدی اینه که شما وقتی این دکمه رو فشار میدی فرض مثال این نوت فای که الان شانسی دستم روش گذاشتم اینو که میزنی همون فای مشخصی که به این اکتاف تعلق میگیره رو فایل ضبط شدهش رو پخش میکنه تفاوت سینتیسایزر ها و این سازهای سمپل شده در اینه که معمولا سازهای سمپل شده هم حجمشون خیلی بیشتره هم میزان سرعت رمی که میطلبن بیشتره چون رم زیادی رو به خودشون اختصاص میدن حالا کدوم یکی از اینا بهترن هر کدوم کاربرد خودشونو دارن برای چه صداهایی بهتر از کدوم استفاده کنیم بزرگترین توصیه من توی سازهای مجازی و استفاده از اونها اینه سعی کنید مسیر خودتون رو پیدا کنید ببینید سازهای مجازی صداهاشون خیلی متنوع و زیاده اگر تو این زمینه بخواید از کسی تقلید کنید موزیکتون کاملا تقلیدی میشه شاید فکر کنید خب فلانی موزیکش خیلی گرفته منم میخوام صداهام شبیه اون باشه اینفلوئنس من اون هست ولی حقیقت اینه که من کسی رو نمیشناسم در دنیا که با شبیه کس دیگه ای بودن کارش گرفته باشه بنابراین به همه همیشه توصیه میکنم توی تون گیتارتون اگر میخواین یکی تقلید کنید اشکال نداره مگر اینکه یعنی موزیکتون همش گیتار باشه توی تون بیستون همینطور مگر یعنی اینکه موزیکتون همش بیس باشه توی تون درامزتون همینطور مجددا مگر اینکه نقش اصلی موزیک داشته باشه ولی سازهای مجازی اتفاقی که براشون میفته اینه که اونقدر استفاده از اینها توی موسیقی زیاده که شخصیت موسیقی رو به سمت خودشون میکشن اگر شما کیکت شبیه فلانی باشه اگر شما پیانوت همیشه شبیه بهمانی باشه اگر به که استفاده میکنی شبیه بیسانی باشه موزیکت شبیه اینها خواهد شد بنابراین اینکه چه نرم افزاری برای چه سازی بهتره این بماند به تجربه و آزمون و خطای خودتون حالا میخوایم بریم روی این موزیکی که تا اینجا سازهای حقیقیش رو ضبط کردیم سازهای مجازی رو اضافه بکنیم بریم با هم ببینیم